تیتر درسشو بنویسید. دو مربع لاتین متعامد. دو مربع لاتین متعامد. خب چند دقیقه چی ننویسید؟ همه حواسا اینجا. خب یه توضیح اول بگم، یادآوری از قبل. دفعه پیش ایاتون باشه بحث این بود، رفیه مربعی رو میگن لاتین که توش اعداد تو هر سطرش و تو هر ستونش اعداد یک تا اینو پر کنیم، به طوری که تو سطر تکراری نداشته باشیم، تو ستون هم تکراری نداشته باشیم. مثلا الان من پای تخته 3 درصد کشیدم، توی هر سطر عدد 1-2-3 بنویسید، توی هر ستون هم عدد 1-2-3 رو بنویسید. آخر سر هیچ سطری تکراری نداشته باشه، هیچ ستونی هم تکراری نداشته باشه. درست؟ خب حالا با این شرایط میخوایم بگیم دو تا مربع لاتین متعامد چجوری میشه که بشن متعامد. خب الان چیزی دیگه ننویس گفتن، حال گوش کنید. میام اولی یه مربع لاتین مینویسم، مثلا اینی که دارم مینویسم رو نگاه کنم، 1-2-3 سطر اول، 3-1-2 3-1-2 2-3-1 دومی با آب می‌نویسمش، 1-2-3 1-2-3 2-3-1 2-3-1 خب حالا گوش کنید، این اولی یه مربع لاتینه، مثلا اسم می‌ذارم آ، 3 درصد. دومی هم اولی لاتینه، چرا 1-2-3 3-1-2 2-3-1 نه سطر نه ستون تکراری نداریم. بیان نگاه کن یه مربع لاتینه 3 درصد، اونم 1-2-3 تو سطر و ستونهاش پر شده، نه سطر تکراری داریم نه ستون تکراری داریم. درست؟ حالا این مربع اینجوری میسازیم، یه عدد دو رقمی، یه رقمش از این میگیری یه رقمش از این، سمت راست از این، چپ از این، یا چپ فرق نمیکنه، برعکسش. ولی ترتیب رو رعایت کنیم. یعنی چی؟ یعنی سمت مثلا 10 گانه رو از این بنویسیم، 1 گانه رو از این. گفتم برعکس، 10 گانه از این بنویسیم، 1 گانه از اون فرق نمیکنه. ولی ترکیبی نه، یکی 1 گانه از این، 10 گانه از این، برعکسش نه. رعایت کنیم ترتیب. مثلا این رقم 1 گانه رو بنویسم، پس میشه 1 1-2-3 3-1-2 2-3-1 حالا 10 گانه رو از مربع بغلی می‌نویسیم، یعنی 1-2-3 2-3-1 و 3-1.
الان تو مربع جدید نگاه کنید، شما یه مربع 3 درصد دو رقمی ازش چی هست؟ 11 22 33 32 13 21 23 31 12. اگه نگاه کنید تو این مربع 3 درصد جدید، تو الان بزنید با این فرق کنید، تو این 3 درصد جدید باز هیچ سطر و هیچ ستونش، هیچ سطر و هیچ ستونش عدد تکراری نداریم، عدد تکراری نداریم. به این میگن، به این دوتا میگن، این دوتا مربع لاتین متعامدن، چون نتیجه شون که میشه این، این هم توی سطح و ستونش عدد تکراری نداره، دو رقمی هایی که وجود داره هیچ کدوم تکراری نیست. این دوتا رو میگن مربع لاتین متعامد، 3 در 3 4 در 4، الان 4 در 4 چه مثال میزنم، 5 در 5 چه مثال میزنم، الاخر. درس امروز راجع به این مبحثه. خب حالا رسولی هم اومد. خب رسولی از خرابازی زرم شد، درس امروز گفت نظر حساسه. این درس امروز دو تا مربع لاتین رو میگیم متعامد هر تا و هر وقت که این ویژگی رو داشته باشن، درست؟ الان 4 در 4 چند می نویسن؟ منتها شما قاعدتا باید براتون سوال به وجود بیاد، سوالی که وجود بیاد باید الان می توانید بپرسید. الان می بینم چی دارید می نویسید، اون موقع نمی دیدم. الان بگید خورشیدی عیبی نداره عدداش متفاوته، منظورش عدداش متفاوته منظور چیه؟ عددهای کدوم؟ آخری رو میگی؟ سومی؟ آخری؟ 9 عددی که اونجاست؟ آره دیگه، آره تکراری باید 90 تکراری باشه توی سطر و ستونش، 90 تکراری باشه. حالا خودش هم اگه مثلا، ولی پیش نمیاد هم چیزی، مثلا 2 تا 11 امکان داره، 2 تا 22. یه سوال دیگه میخواستم بپرسی، خوش شدی، منتظر بودم بگی که چند ثانیه صبر کنم ببینم کسی میپرسه. آدینا لو بپرس، باید بگید که تشخیصش رو گفتی. اگه ما دو تا مربع لاتین داشته باشیم، ما تشکیلش بدیم سومی رو، نتیجهشون رو بفهمیم متعامد هست نه. حالا باید بپرسید که برای چی؟ برای چیش هم میگم، برای یه مسئله کاربردی هم ازش حل میکنم. باید بگید که آقا نه به یک کان و اینا رفت نداره. نه، باید بپرسیم این دو تا مربع اولیه رو چجوری تشخیص بدیم، یعنی از کجا بفهمیم که بدونیم که بنویسیم بفهمیم متعامد هست یا نیست، حتما باید بسازیمش. یا اگه الان به من بگن دو تا مربع لاتین خودت بنویس که متعامد باشن، من چجوری باید دو تا اولیه رو دارم میگم؟ من گفتم این لاتینه، این هم لاتینه، حاصلش هم میشه این، چون برای این سوم این اتفاق میفته این متعامده. حالا برعکس بگید دو تا مربع لاتین بنویسید که متعامد باشن، اون دو تا اولی رو کجا من رو کتاب نوشتم دیگه، کتاب گرفتم مثلا کتاب نوشتم، همین کتاب درسیتون هست، این تمرین کتابه. اگه بخوام دو تا مربع لاتین بسازیم که متعامد باشن، بعد چیکار کنیم؟ این مهمترین نکته است. احتمالاً امروز به این مبحث نمیرسیم که چجوری بسازیمش. فعلا مفهومش و روش تشخیصش یاد بگیرید. اگه رسیدیم آخر زنگ که بعید می‌دونم، چون روش طولانی خیلی طول و قلوق تخت توی تختاس جان میشه، فعلا پس تعریف متعامد بدونید. حالا یه راه تشخیصش رو میگم، راه تشخیص متعامد بودن رو میگم که لازم نباشه حتما اون سومی رو بسازید. راه تشخیصش اینه، توی مربع اول هر دو تا جایگاه یکسانی که اینی که میگم گیج کننده است، اینه، این جمله یه ذره گیج کننده است. تو مربع، تو یک از مربع ها فرق نمیکنه، اول دومی نداره، تو یک از مربع ها دو تا از یکسان پیدا کنید، دو تا یک مثلا، دو تا یک نمکن، دو تا یک اینجاست، اینجاست، این دو تا خونه توی دومی نباید تکراری باشه. دو این دو تا جایگاه رو کنید، یکیش یک، یکیش سه، فکر نیست بس میتونه متعامل، ممکنه متعامل، باید تمر چک کنید. یا مثلا هر سه تا یک رو یک 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 جایگاه شدید یک سه دو تکراری نداره. دعایی نبینید دو 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 یک سه بکاری نیست. سایی نبینید سه 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 اینجا سه 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 این جایی نبینید دو یک سه بکاری نیست. پس قطعا متعامدن دوتا، این دوتا مربع لاتین 100 درصد.
یه دونش نقص کرد، یه دونش نقص کرد، اون دو تا مربع لاتین نیست. بعد یه دونه شما فعلا ننویسید. همه اینا که دارم میگم مثالش حل میکنم. این یکی رو ببینید، مثلا یکی دیگه بسازم این دفعه ببینید بررسی رو که لاتین هست نیست. با 3 درسه واسه راحتی کار و 4 درسه رو شمیدیم. این یکی، این یکی دیگه، این هم نتیجهش. خب عدده توش رو پر میکنم ببینید. عدده توش باز تمره کتابه. 1 2 3 سطر اول، 3 1 2 و 2 3 1 دومی، 3 1 2 231 123. خب اینو نگاه کنید، جایگاه های یک اینو ببینید، 1 1 1 3 3 3 3 4 8 داشته چاییه 100% غلط. حالا بسازی ببینید چه اتفاق میفته. 10 از این یک کار از این میشه 13، اینجا میشه 13، بعدی میشه 21، بعدی میشه 32، 100 چه بعد میشه 32 32 32 تکراری سا 32 13 31 32 و نیازی نبود حتما اینو بنویسیم، همینجور بیوفتم. جایگاه های یک اینو ببینید، یک 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 اینجا نباید، این سه تا درایه نباید تکراری باشن، سه هست داشت تکراری، دو تا شن تکراری بود تمام بود، دو تا شن تکرار داشت کافی بود که این متعامل نباشه، این متعامل متعامل نمی باشند، این دو تا اولی متعامل هم متعامل نیست، این دو تا متعامل هم نیست. حالا میخوام تعریفاشو بگم، بعد مثالاشو یک یکی، هم 3 درسشو می نویسیم، هم 4 در 4شو می نویسیم. نفهمیدی؟ گفتم یه ذره سفهم ده، گفتم یه ذره گیج کننده است، یه ذره گیج کننده است. دومی که درسته، دومی منظور خط پایینه، چیش درسته منظورته؟ خیلی درسته این چی؟ بذار تعریف رو بگم بذار تعریف رو بگم تعریف رو بگم دوباره برمیگردیم به این خوبی تخته این که پاکش نمی کنیم، میبینیم صفحه ها دوباره برمیگردیم اینجا دیگه. تعریف رو بنویسید، این تعریف کتاب دارم میگم. البته تعریف حالا تو امتحان بعیده بیاد، ولی چون نهایی دست من نیست نمیدونم، حالا یه درصد دیلی اومد دیگه، دست ما که نیست. فعلا چیزی ننویسید، سوالات رو نگه دارید جواب میدم. شروع کنیم. بنویسید دو مربع، نمی‌نویسم پایتخت وقت گرفته نشه اینجوری سریع‌تر بنویسید. دو مربع لاتین متعامد. دو مربع لاتین متعامد. توضیحش. فرض کنید آ و بی حروف بزرگ. صفحه تا همینجا گوش کن. آدینلو دوباره گوش کن، داره توضیح میده. فرض کنید آ و بی بزرگ. دو مربع لاتین، دو مربع لاتین هم مرتبه باشند. دو مربع لاتین هم مرتبه باشند. به طوری که از کنار هم قرار دادن، نکنی اولی 3 در 3 دومی هم 3 در 3 هم مرتبه، به طوری که از کنار هم قرار دادن گرایه های نظیر، گرایه های نظیر از این دو مربع، از این دو مربع، ببین اون یک، این یک گذاشتیم بغل هم شد 11، از کنار هم قرار دادن گرایه های نظیر از این دو مربع، مربع جدیدی از همان مرتبه، مربع جدیدی از همان مرتبه حاصل شود که هر خانه آن حاوی شامل یک عدد دو رقمی است، شامل یک عدد دو رقمی است که تمام رقم های سمت چپ
مربوط به مربع آ و تمام رقم های سمت راست مربوط به مربع بی، پرانتز باز یا برعکس، پرانتز بسته، می باشد. در این صورت می گوییم، خب این جمله آخر رو گوش کن، هم حالا خورشیدی هم آدینلو فرق نه، هر کی نفهمیده این جمله آخر رو گوش کنه. در این صورت می گوییم دو مربع لاتین آ و بی متعامدند. هرگاهش این مهمه دیگه، دو مربع لاتین آ و بی متعامدند، هرگاه هیچ یک از اعداد دو رقمیه، هرگاه هیچ یک از اعداد دو رقمیه موجود در خانه های مربع جدید تکرار نشده باشد، تکرار نشده باشد. خورشیدی نگفته این آخری لاتین باشه، گفته اعدادی که این تو میبینی تکراری نباشه. الان شما ببین 21 اینجا داری، 21 اینجا هم داری، 32 اینجا داری، 32، 13 است، گفت 13 داری آخریه، ولی اینجا را کن هیچ عدد تکراری نمیبینی. تو ببین بالای 23، 32، 13، 31، 21، 12 هیچ عدد دو رقمی، هیچ عدد تکراری نیست، اون بالای متعامد پایین نیست. برسید محکش هم بگم یا اینکه مثال بگیم همین الان؟ نه مثال بنویسیم، مثال بنویسیم. برسید چجوری بگم مثال ها؟ مثال متعامد بودنه، متعامد بودنه هر یک از مربع‌های لاتین زیر را بررسی کنید. متعامد بودن هر یک از مربع‌های لاتین 3 در 3 زیر را بررسی کنید. خب حالا نگاه کنید. الان مثلا میشه الف، این میشه ب. بدونید صورت چیه، جواب چیه. این صورت سواله، این سواله، این قسمت جوابه. اینو داده، این دوتا رو داده، گفته متعامد هست یا نه، این جوابش. این دوتا رو داده، گفته این متعامد هست یا نه، این جوابش. این متعامد نیست، این متعامد میباشد. حالا شروع کنید دوتا رو سریع بنویسید، سریع بنویسید، بعد محکش رو میگم. حالا اگه هنوز کسی اشکال داره الان بپرسه، دیگه الان نباید سوال وجود داشته باشه، اگه هست بپرسید. خب آدینلو متوجه شدی؟ آخرین نفر نمیشی یه بار دیگه بگید الان متوجه شدی؟ اوکی بده تمومه. بله تموم. خورشیدی اون اشکال برطرف شد؟ اوکی بده تمومه، من خیالم راحت شه. خورشیدی اوکی. کسرا فهمیدی؟ سوال پرسیده بودی نفهمیدم یه بار دیگه. سپنتا، آها امکان داره تو صفحه جواب عدد 3 رقمی؟ نه دیگه، ببین مربع 3 در 3 داریم، 1 تا 3، 4 در 4 داریم، 1 تا 4. اگه بخواد 3 رقمی بشه یکیش باید از 10 بزنه بالا، در نمیشه که، خیلی طولانی میشه. خب رشیدی در هر شرایطی نباید، آره تکر عدد دو رقمی تکراری نباید داشته باشیم. خب فکر کنم دیگه برطرف شد. چی نوشتی؟ STR
فوتون کیو تی آر سطر ستون اوتر. اصلا کلن 9 تا درایت تو جواب دارم میگم، 9 تا عددی که تو جواب الان تو 9 تا میگم با عددی 3 در 3 4 در باشه 16 تا درایت، 9 تا عددی که این توی این مربع آخریه مینویسی، 16 تا عددی که تو مربع آخر مینویسی، عدد دو رقمی که کاری نماشه. الان ببین مثال نقض این داری، الان اینجا 13 رو دورش خط بگشتم، اینجا 13 داری، اینجا 13 داری، اینجا هم 13، پس این دوتا تکراری این تکراری تکراریه متعامل نیست، چون تکراری این دوتا متعامل نیست. ولی تو این بالایی ببینید هیچ عدد دو رقمی تکراری نمیدید، سریع نمیسید محکش رو بگم بعد 4 در 4 بگم، یا اولی 4 در 4 بررسی کنیم بعد محکش رو بگم. محکش رو میگم بچه ها نوشید بگید. بگیم عطا فهمیدی شما؟ خب آقا نوشتن همه؟ خب خیلی خوبه، اگه نوشتید خب بریم محکش بگیم. خب بنویسید اسماعیلی. خب خوبه، بنویسید نکته. یک روش برای تشخیص متعامد بودن دو مربع لاتین به این صورت است که برای متعامد بودن باید هر دو جایگاه، هر دو درایه فرق نمی کنه، هر دو جایگاه در یکی از مربعها که اعداد یکسانی دارند جایگاه های نظیر به آنها از مربع دیگر اعداد متمایز داشته باشند، این روش معمولاً برای زمانی که می‌خواهیم دو مربع لاتین متعامد نیستند به کار می رود. یعنی برای نقض به درد می خوره، برای تایید این کار نکنید، برای تایید بسید. ضمن این که اصلا این چیزی که گفتیم بیشتر توی تست استفاده کنید، توی تشریحی وقتی هم چیزی میخواد، هرچند که این چیزی که گفتم متن کتاب درسیه از اون قبول میکنه توی امتحانات توی کتاب هست، ولی شما ترجیحاً مربعشو بسازید بهتره. حالا من میگم که هم توی امتحان نهایی هم مربعشو بسازید هم توضیح بگید طبق چون این مربع تکراری داره بس نیست،
هم میتونی با این روش نکته هم توضیح بدی، آقا این دو تا جایگاه تو این ارزش یکیه، نظیرش تو اون یکی هم یکیه، تکراری داره، پس متعامد نیست. حالا هر جور خاصی دنیز هر دو تاش قبوله، به نظر من جفتش قبوله، چون طولانی نیست جفتش رو بنویسید. بنویسید مثال، مثال متعامد بودن مربع‌های لاتین زیر را بررسی کنید. متعامد بودن مربع‌های لاتین زیر را یه بار دیگه الان تو این توضیح گوش کن دیگه، نبود دیر اومدی احتمالا متوجه نمیشی. الان گفتم یه مبحثیه که کسی نباشه رو خوندن خیلی متوجه نمیشه، گیج میشه، هرچند که اگه باشه سرکلاس خیلی سریع یاد میگیری. حبیبی گوش کن، حالا باز تو مثال بعدی بهتر میفهمی. شد متعامد بودن هر یک از مربع‌های لاتین زیر را بررسی کنید. خب بریم صفحه بعد. الف 4 در 4 میخوام بنویسم. الف دو تا 4 در 4 سریع بکشید، خودتون منتظر من نباشید، دو تا 4 در 4 بکشید. اعداد داخلش، اعداد داخلش اولی 23 41 23 41، بعدی 32 14 32 14 41 23 41 23 14 32 14 32، دومی 23 41، دومی 23 41 41 23، 14 32 32 14. خب حبیبی شما شروع کنید حل، بچه حل کنن، هر کی نفهمیده یا دیر اومده گوش کنه. حبیبی 14 4 اولی رو ببین، یه مربع لاتینه چون اعداد 1 تا 4 توش هست. تویت ست تویت ستون تکرار نداری، 1 2 3 4 ست رو، 1 2 3 4 1 2 3 4 همه 1 2 3 4 تکراری، تویت ست تکراری نیست، تویت ستونی هم تکرار نیست. به همین ترتیب مربع لاتین بغلیش رو ببین، مربع لاتین بغلیش هم بگاره نگاه کن، این هم یه مربع لاتین 4 در 4ه، تو تمام ست راش 1 2 3 4، تمام ستونش 1 2 3 4، یعنی این هم لاتینه چون تکراری توش نیست. حالا با اینا مثلا دو رقمی بسازید، یعنی رقم یک کان از این میگیر، ده کان از این، یا برعکس یک و یه رقم از این میگیر یه رقم از این، باش دو رقمی بساز. ببین دو رقمیه که میسازی چجوریه، بسازید شروع کنید، فکر کنم اکثر هم کرده باشید دیگه. جواب به 4 در 4 اینجا، به 4 در 4 اینجا. خب اول رقم 10 کار از این بگیرین، یک کار از این بچه از اون برم، این چه چند؟ 22 22 بعدی 33 بعدی 44 بعدی 11 بعدی 34 21 12 43 بعدی 41 14 23 32 13 42 31 24. خب الان تو مربع آخری سبز نوشتم 16 تا عدد می‌بینی، ببین آیا تکراری هست؟ این 16 تا عدد تکراری داریم یا نداریم؟ نگاه کنید، تکراری فکر کنم نداریم، درسته؟ نداریم، درسته؟ آره متعامدم، بله هستم، همه این چند نفر نمیشتم متعامدم. گفتم راه دیگهش، الان دعای اینو ببینید، دو 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 مثلا خود. این 4 تا که دوه تو بغلیش اصلا عدد تکرار نباید باشه، نگاه کنید 2 1 3 4 تو کاملا درسته، 2 1 3 4. یک های اینو ببینید، یک یک یک
قطره رو یک دو چهار سنده بازم دیگاهی نیست. اوله لرایه های چهار اینه ببینید، یکی اینجاست، یکی اینجاست، یکی اینجاست، یکی اینجاست، متناظر شو بید اینجا، چهار سه یک دو، بازم دیگاهی نیست. بله این دوتا متعامل، جواب متعامل، بریزی بحلش متعامل هستند. این علف ب یه چهار در چهار دیگه باز سریع مربعاشو بکشید خودتون، مربعاشو بکشید. مربعاش خب من عددهای داخل، اینکه سبزی نیستم آبی جواب، عددهای داخلش تمرین کتاب درسی صفحه 67 آیا دو مربع لاتین 4 در 4 زیر متعامل دندن هم میبینیم؟ خب 34 12 34 21 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
یک دو سه چهار دو یک چهار سه چهار سه دو یک سریع یه دقیقه سریع بریم سرش بریم درست آوردی؟ خب هست اینم هستش؟ کاش نبود یک کاری بکنم گیج نمیشید یه دقیقه گوش کنید احتمالا دوباره میشه شما 33 مثلا از این گرفتید و از این دوره قیدش برعکس هم بخوام بنویسم اشکال نداره قاطی نمیکنید یعنی دهگان از این بنویسم یکان از این موافقید اگه قاطی نمیکنید همین کارو کنم دهگان از این دفعه راستیه بگیرم چون گفتم هیچ فرقی نمیکنه دهگان از این میگیرم این بار یکان از این اینجوری میشه 33 حتی سطر عمل که فرق نمی کنه چون مثلا من 44 11 23 ولی میشه 14 بعد 23 بعدی 32 و بعدی 41 بعدی 21 12 43 34 آخری 42 31 24 و 13 اگه شما برعکس 10 کن از یک دیگه کن از یک الان اینه مثل 14 میتونه هیچ فرقی نمیم جواب آخر فرق خب الان آقای رشیدی بود گفت نفر میدن نه رشیدی توی نگاه کن ببین عدد تکراری میبینیم 23 23 او تکراری داریم تکراری میگید هست نیست
اوکی هست؟ میدارید؟ کدوم میگید هست بریم اوکی؟ بالایه یا این جایده است؟ صدا دارید؟ تو کلاس هستید؟ آن خوب 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 آدینالو داره می نویسه. یه نفر رو بیسیدنم چی داری بگید؟ آره 22 میشه 25 شاد کنم؟ او 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 اون کسی دو رفت رفت راست خب الان اتفاقا مثال لفت هم 22 بود بخواستم 21 رو یک تکراریه الان تکراری داریم؟ نه دیگه نداریم نه 31 آره تکراری نداریم 13 14 تکراری نداریم تکراری نداریم حبیبی یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ نفهم یعنی اشکال داری یا سوال داری یا تکراری نیست؟ گفتی نه تکراری نیست آها آفرین آره اوکی درسته این هم پس میشه نتیجه متعامل متعامل هست باز دوباره همون محکه رو میتونی واسهش به کار ببرید این قطعه اصلیش مثلا سه قطعه سه دو چهار یک تکراری نیست فرعیش همه دوه دو سه یک چهار باز تکراری نیست و الی آخر بقیه یکی بنویسم که پ یکی بنویسیم که متعامل نشه ببینم آره این یکی دیگه این آخری این آخری یه چهار در دو دو سریع بکشید این متعامد ها 100% تو سوال امتحان پایان ترم میتونه شک نکنید تو قول میدم حتما تو امتحان میاد خب جاهاشو پر میکنم عدداش یک دو سه چهار بعدی چهار یک دو سه بعدی سه چهار یک دو و بعدی دو سه چهار یک دو سه چهار یک اینجا سه یک دو چهار سه دو یک چهار یک چهار سه دو چهار یک دو سه دو سه چهار یک سریع همه دیگه اینو انجام بدید خب یاز نیست دو تا یازده داره نیست دو تا یازده داره خب خوشبویی 23 تکراری داره خب بسازیمش سریع جواب خب اولی از به همین ترتیب میسم ده کان از این یک کان از این میشه 13 32 31 44 41 14 23 32 تا اینجا تکرار نداریم خب 34 همین 34 نداریم 41 آه خراب شد 41 41 تکراری داریم متعامل نیست 12 دوازده بیست و سه بیست و دو سی و سه
44 من تکراری داره. 11 تکراری نبوده. کی میشه 11 تکراریه؟ 11 یه دونه. 44 من دوتو داریم. حالا یکی هم یه دونه هم نرم خوشه کافیه. الان یه 44 اینجا داریم. یه 44 اینجا. این 23 22 22 هم تکراری داریم. یه 22 اینجا داریم. یه 22 اینجا داریم. حالا اگه نخواهیم مربعش رو بسازیم چجوری تحلیل کنیم؟ تحلیلش اینه مثلا قطر اصلی بینید همه یکره، قطر اصلی 3 4 2 خب این مشکل نداره. قطر فرعی خب هر چهارتا شکل 4 2 4 2 پس اینجوری هم بگیم 4 2 قطر اصلی این 4 و 4 اینجا رو ببینید دو تا 4 نظیرش اون بر نمت تکراری باشه 4 1 نیست دو دو نباید تکراری باشه سه دو نیست بیایم اینجا این دو تا چهار ببین ها دقیقا مثال نازمش همین دست بخواهید این دو تا چهار نظیرش تو یکی مربع دو تا یک تکراریه تکراریه پس مربع متعامل نیستن متعامل نمی باشن سریع بریم سوال بعدی یه تمرین دیگر کتاب پرسیدیم حالا میدونین همون سوالی که چند دقیقه پیش گفتم سوال سختش چی میشه؟ سخت که نه مثلا یه ذره حالا تکنیکی تره بگید دو تا مربع لاتین بنویسید که متعامد باشن دفعه بعد که جلسه آخر ماست این کار میکنیم دو تا مربع لاتین مینویسیم که متعامد بشن این روش داره هر چیزی دلت بخواد نیست هرچی ابعاد مربع بزرگتر بشه نوشتنش سخت‌تر میشه 5 در 5 از 4 در 4 سخت‌تره 4 در 4 از 3 در 3 سخت‌تره مثلا 2 در 2 متعامد اصلا نداریم یک دری که معنی 2 در 2 هم نداریم هرچی ابعادش بره بالاتر سخت‌تر میشه بنابراین نوشتن مربعهای متعامد خیلی آسون نیست روش داره یک دفعه بعد درس دفعه دارم میگم دفعه بعد یک روشش رو میگیم دو کاربردش رو میگیم همینجوری به چه درد می‌خوره کاورش همین الان بگم یه نکته کوچولو مثلا شما تو یه روز میاد مدرسه 4 زنگ دارید یه نفر میخواد واسهتون برنامه‌ریزی کنه 4 تا درس مختلف یه جوری برنامه‌ریزی کنه که هیچ درس تکراری نداشته باشید مثلا 4 تا کلاس A B C D داریم با 4 تا معلم اینا رو تو این کلاس‌ها پخش کنیم به طوری که هر معلم تو هر 4 تا کلاس بره هر کلاس هم هر 4 زنگش با هر 4 تا معلم پر شه هیچ معلمی تو کلاس تکراری نره دو زنگ این کلاس دو زنگ این کلاس نره مثلا معلم A تو کلاس 4 تا کلاس 4 ریاضی 1 4 ریاضی 2 4 ریاضی 1 4 ریاضی 12 اون اول 12 بره همه کلاس رو هیچ معلمی کلاس تکراری نره هیچ کلاس معلمی تکراری نداشته باشه همه هم پخشن کاربرش تو این تیپ مسئله هاست این کاربرش و اولا روش ساختنش خب بگیم ببینم چی نوشته این آکادمی بعد از هفته بعد تست پای کار میگم تمام اینا رو با آقای خلیلی هماهنگ کنید هر کاری آقای خلیلی گفت انجام میدیم گفت تست حل کنید تست حل میکنید پای حل کنید پای حل میکنید نهایی حل کنید نهایی حل میکنید خودتون باش درمیون بذارید اگه امتحان نهایی مطمئنی نمره خوب میگیرید مشکل ندارید برید سراغ تست تست همینا رو حل کنید اگه اینا رو بلدید پایه میخواید حل کنید پایه فرق نمیکنه خب زود باش خادمی بریم اصلا میرسیم به مسئله بعد سوال بعدی بگم از کلاس دارید زنگ بعد یه ذره طولانی‌تر از این الف به جیم داره اینجوری نباید سر امسال نباید با توجه به شرایط موجود خیلی نباید سر باشه خوشبویی میگه بگیم بریست بنویسید دارم تامین کتاب رو حل میکنم باز باشه سخت پیداش کنم شده بود خب بچه ها طولانیه نمیرسیم طولانیه نمیرسیم من یادم نیست فیزیک دارید طولانیه نمیرسیم بگم کجاست
بگم کجای کتاب خواستید حل کنید اگه اشکال داشتید بگید. ثابتی بود یه موسای کلاس؟ آه ساکت بودیم. سب کنید، نه جلسه بعد نه سپنتا اگه بخوام بذاریم مستفاد باید خودتون حلش کنید. بذارم برای بعد پس می نویسم کجاست. یه نگاه بندازید، اصلا شک نکنید میتونید حل، مطمئن باشید میتونید حلش کنید. وقت بذارید حل کنید. صفحه 870 بنویسم، صفحه 73 کتاب درسی تمرین 13 حل شود. سوالش اینه یه مربع لاتی به 3 درصد داده، گفته الف سطر دوم و سوم این مربع که خودش داده، گفته سطر دو سه شما هم جابجا کنید، مربع جدید رو بذارید آ1. آیا آ1 با این آی که خودش داده متعامده؟ گفته بررسی کنید. دفعه بعد گفته ابتدا سطر اول و سوم آ رو عوض کنید، بعد در مربع جدید که ساختید یعنی اول سوم عوض کردید، این دفعه دوم و سوم عوض کنید، یه مربع جدید بسازید اسمش بذارید آ2. آیا این آ2 با این آی که خودش داده متعامده؟ دوباره بررسی کنید. خیلی آسونه، خیلی آسونه، طولانیه فقط وقت گیره. خب الان فعلا هر کی نفهمیده زودتر بگه هر تا اینجا مبحثی رو این درسو. دفعه بعد آقا دوباره نمیتونیم از اول دوره کنیم، مربع لاتین بدونید چیه، متعامدم بدونید چیه. من روش ساختنشو میگم یک، دو ازش یه مسئله کاربردی حل میکنم. این دو تا کارو واسه دفعه بعد انجام بدید. مثلا دو تا دو در دو دفعه بعد میگم اینا رو، دفعه بعد خوشبوی میگم. یک در یک، دو در دو متعامد نداریم، دفعه بعد میگم. چهار در چهار هم بحث برانگیزه، حالا میگم دفعه نکاتش رو میگم که مثلا اینا نداریم اینا داریم. اینا مثلا فردها رو میشه ساخت، زوجا رو راحت نمیشه ساخت. این سوالی که به خورشیدی گفتم دفعه میسازینش، چهار در چهار از خود کتاب اگه بری بخونی نوشته توی پاورقی یه صفحه نوشته مربع لاتین 4 در 4 به سادگی ساخته نمی‌شود، بنابراین از مباحث این درس حذف است، نمی‌نویسه اصلا. ولی فردا رو میگه 3 در 3 و 5 در 5 می‌تونی بسازی، 7 در 7 می‌تونی بسازی با این روشی که الان در جلسه بعد می‌گم. مرتب زوجه رو اصلا نمی‌تونی ولش کن. خب خوشبویی هم خوشبویی همین بود دیگه. آره فعلا همین یاد بگیر، زر گفتم یه ذره گیج کننده هست ولی فهمیده باشید خوبه. اشکال نیست بریم. ثابتی؟ حسنا